سرانجام ورود طالبان به شهر هرات، اعدام فوری و علنی داود لغمانی والی غزنی در محضر عام، جنگ افغانستان در سال جاری حدود 400 هزار نفر را آواره کرده است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا با نشر گزارش تازه گفته است که جنگ و خشونت باعث شده در سال جاری 390 هزار شهروند افغان از منازل اصلیشان آواره شوند. در گزارش دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل که امروز پنجشنبه 21 اسد نشر شده، آمده است که میزان آوارگی مردم همزمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان و تجدید جنگ و خشونت از سوی طالبان افزایش یافته است. اوچا افزوده است که تیم‌های میان سازمانی تنها در هفته گذشته ده‌ها هزار نفر را شناسایی کردند که نیاز به کمک‌های فوری دارند. به گفته این نهاد، بیشتر آوارگان که از جنگ‌های اخیر به کابل پناه آوردند، غذا و امکانات کافی در اختیار ندارند. اوچا همچنین گفته است از اول جولای تا 5 آگست 2021 سازمان‌های بشردوستانه بیشتر از 5800 آواره داخلی را وارد کابل شده تایید کرده است. در گزارش اوچا آمده است که بیشتر آوارگان در کابل در فضای باز اقامت دارند. طبق گزارش، روز گذشته 10 تیم برای ارزیابی وضعیت افرادی که در پارک‌ها و فضاهای باز اقامت دارند موظف شد، که در نتیجه 4522 آواره نیاز به سرپناه، غذا، تجهیزات صحی و آب آشامیدنی شناسایی شده است. این سازمان گفته است که در 6 ماه نخست سال جاری 7.8 میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده و در حال حاضر 156 نهاد کمک رسان به شمول اداره های این سازمان به افراد وابسته کمک می کنند. او تأکید کرده است که برای رسیدگی به بیجا شدگان نیاز به بودجه اضافی است. این در حالی است که در چند ماه اخیر حملات طالبان در سراسر کشور افزایش یافته است. این گروه در روزهای اخیر حملات خود را بر مراکز شهرها متمرکز کرده و تاکنون توانستند 10 مرکز ولایت را تصرف کنند. این رویداد موجب آوارگی هزاران خانواده شده است. شورشیان طالبان بامداد روز پنجشنبه 12 آگست شهر غزنی در 30 کیلومتری جنوب غربی کابل پایتخت را تصرف کردند. پس از سقوط شهر غزنی، ویدیویی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان میداد طالبان داود لغمانی را در انگام برگشت به سوی میدان وردک بدرقه می کنند. میرویس استانکزی نیز تایید کرده است که والی غزنی و همراهان وی انگام ترک این شهر از سوی طالبان بدرقه و پذیرایی شده است. طبق اظهارات سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان، با اینکه بخشی از شهر غزنی به دست طالبان افتاده است، اما نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور به زودی در بخشهای دیگر شهر عملیات گسترده خود علیه این گروه را آغاز خواهند کرد. فرار والی غزنی واکنش‌های کاربران صفحات اجتماعی را با خود همراه داشت. مسرور تابش، کاربری در فیسبوک خود چنین نگاشته است: داود لغمانی والی غزنی در حالی که نیرو اسلحه موترهای زرهی داشت با بیننگی تمام معامله کرد. مردم این بیننگی و نامردی داود لغمانی و امثالش را فراموش نخواهد کرد و هم مطمئن هستم روز حساب خواهند گرفت. فواد امان سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز در واکنش به فرار والی غزنی نوشته است: لطفاً دیگر بر اساس رابطه های شخصیتان والی تعیین نکنید که نتیجهش فرار و تسلیم دهی است. عبدالبصیر فیضی کاربر دیگر در این باره نوشته است: والی غزنی مرتکب خیانت به وطن شد. اگر ارگ ممانعت نکند، ارگان های عدلی و قضایی می توانند این خائنین وطن فروش را در کمترین وقت محکوم و اعدام کنند. دولت افغانستان حدود 4 ماه پیش داود لغمانی را به عنوان والی ولایت فاریاب منصوب کرد. پس از اعتراضات گسترده مردمی به این انتصاب، سرانجام محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان داود لغمانی را به عنوان والی غزنی
تعیین کرد. در این حال طارق آریان روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: کسانی که به وطن خیانت میکنند باید بیدرنگ اعدام شوند. نیاز به حکم محکمه نیست وقتی خیانتشان ثابت شد. سقوط غزنی، داوود لغمانی در میدان وردک بازداشت شد. منابع محلی در ولایت میدان وردک در گفتگو با خبرگزاری افق بازداشت داوود لغمانی والی غزنی را تایید کردند. جواد مرادی معاون والی میدان وردک گفت که لغمانی را با چندین نفر دیگر بازداشت کرده است. میرویس استانکزی سخنگوی وزارت امور داخله هم تایید کرده است که لغمانی همراه معاون رئیس دفتر و همراهانش امروز پنجشنبه 21 اسد در ولایت میدان وردک توسط نیروهای پلیس امنیت داخلی این وزارت بازداشت شده است. در پی سقوط شهر غزنی و دست طالبان، منابع محلی در غزنی به خبرگزاری افق گفتند که این شهر در نتیجه معامله داوود لغمانی و فضل احمد شیرزاد فرمانده پلیس این ولایت به طالبان واگذار شده است. نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی میگوید طالبان کاروان موترهای والی را با فیر شادیانه به سوی کابل همراهی کردند. طالبان صبح امروز پنجشنبه 21 اسد شهر غزنی را تصرف کردند. این دهمین شهری است که طی روزهای اخیر به دست طالبان میافتد. ورود طالبان به شهر هرات. گزارش های تایید ناشده آکی است که طالبان وارد شهر هرات شده و درگیری جریان دارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با نشر ویدیو ادعا کرده است که فرماندهی پلیس هرات را تصرف کردند. در یک ویدیوی دیگر دیده می شود که طالبان قلعه اختیارالدین یا ارگ هرات را نیز تصرف کردند. مسئولان امنیتی و مقام های محلی تا کنون در این زمینه چیزی نگفتند. پیشتر عبدالصبور قانع والی هرات اطمینان داده بود که این ولایت سقوط نخواهد کرد. طالبان در حال حاضر بر مراکز ده ولایت کنترل دارند. همزمان شهرهای لشکرگاه و قندهار در محاصره شدید این گروه قرار دارد. خبرگزاری افق گزارش می‌دهد یک مقام آمریکایی می‌گوید طالبان می توانند ظرف 90 روز کابل را تصرف کنند. یک مقام دفاعی آمریکا با استناد به اطلاعات ارتش این کشور گفته است که جنگجویان طالبان طی 30 روز می توانند کابل را منزوی کرده و احتمالاً آن را در 90 روز دیگر به تصرف آورند. این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود روز چهارشنبه 20 اسد در گفتگو با رویترز گفته است که ارزیابی جدید درباره مدت زمان تصرف کابل نتیجه دستاوردهای سریع طالبان پس از خروج نیروهای خارجی است. او گفته است که این ارزیابی قطعی نیست. نیروهای امنیتی افغان می توانند با ایجاد مقاومت بیشتر حرکت را معکوس کنند. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا هم به تازگی گفته است که جنگجویان طالبان در حال حاضر کنترل 65% خاک افغانستان را در دست دارند و 11 مرکز ولایت را تصرف کرده و یا در محاصره خود دارند. این در حالی است که طالبان در حال حاضر بر مرکز 9 ولایت کنترل دارند. همزمان چندین شهر بزرگ کشور از جمله غزنی و قندهار تحت حملات شدید طالبان قرار داشت که غزنی هم سقوط کرد. در این حال منابع محلی میگویند که حملات گسترده طالبان در نواحی مختلف شهر هرات و قلعه نو مرکز بادغیس مهار شده است. دفتر مطبوعاتی والی هرات امروز پنجشنبه 21 اسد در اعلامیه گفته است که گروه طالبان حملات وسیع را در ساحات شهیدایی و فرقه سابق شهر هرات برای انداخته که این عملات از سوی نیروهای دولتی مهار شده و تلفات سنگین بر جنگجویان طالبان نیز وارد شده است. به نقل از اعلامیه، نیروهای دولتی با همکاری نیروهای مردمی در حال پاکسازی تمام ساحات شهر هرات از وجود جنگجویان طالبان هستند. گفته شده که در این درگیری ها چندین جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما
لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگارو بهروز و سرفراز باشید.